الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و اینکه به خوبی این ایام رو سپری کرده باشید و از لحظه لحظه اون بهره کافی رو برده باشید. هر لحظه ای که از رمضان میگذرد نباید بدون عمل صالحی و بدون توشه ای برای طول سالتون بگذرد. ماه رمضان فرصتی است، مثل یک توقفگاه و ایستگاهی است که در اون توشه رو جمع آوری میکنید، توشه یک سال از انرژی مثبت و قدرت و تقرب الی الله رو جمع میکنید که در طول سال یار شما باشد و شما را کمک کند تا بتونید عبادت و بندگی خدا را هم همچنان با قوت خود انجام بدید. یکی از مسائلی که در این ماه خیلی بون سوال درباره اون خواهد اومد و سوال زیادی بون اختصاص خواهد داد، بحث پرداخت زکات هست. و مسئله زکات امر بسیار مهمی هست و رکنی از ارکان اسلام هست، یا میشه گفت بعد نماز دومین رکن هست. همیشه خداوند در قرآن کریم در هر جایی که بحث زکات هست، بعدش بحث نماز هست، بحث زکات هست. اقیم الصلاة و آتو الزکا، این دوتا با هم هستند و دلیل بر اهمیت زکات هست و اینکه زکات یک عبادت مالی هست. ما همونطوری که برخی از عبادات رو عبادات بدنی هستند مثل نماز و عبادات دیگری هم هستند که مالی محض هستند مثل زکات، هر کسی که مال داشته باشد زکات در اون فرض هست اگر به حد نصاب رسیده باشد. زکات در مکه فرض شد ولی جزئیات اون، مقدار اون و حد نصاب اون و انواع مالهای زکوی در مدینه تفصیل اون اومد. در سال دوم هجری تفاصیل این که زکات رو چگونه پرداخت کنند، خداوند امر زکات رو نازل کرد و پیامبر آن رو تبیین کرد. خداوند برای اهمیت زکات فرمود آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم واتقوا اجر عظيم. يا فرمود آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر كبير، كسي كه ايمان بياريد به خدا و به رسول خدا و انفاق كنيد، نفقه بديد، يعني صدقه بديد، زكات بديد، مقصود از اين دادن زكاته، زکات مالتون رو بدید. کسی که ایمان بیاره و انفاق کنه اجر بسیار بزرگی دارد. و در سوره آل عمران هم فرمود وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. بفرمود بشتابید به سوی بهشتی که عرض اون بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است که آماده و مهیا شده است برای پرهیزگاران، اون کسانی که انفاق می کنند یعنی زکات می دهند، صدقه می دهند سرا و علانیا، یا فی السراء و الضراء، در خوشی و در تنگی همیشه زکات مالشون رو میدن، همیشه انفاقشون رو میکنن. و این یکی از نشانه های تقوا است که انسان وقتی هم که تنگ دست است باز توقف نمی کند از دادن صدقات تطوع و دل بخواهی، نفقه میده، صدقه میده، بخشش میکنه از مالی که خداوند بهش داده. این از نشانه های تقوا است. یا در آیه دیگر فرمود سرا و علانی، هم آشکار و هم پنهان انسان صدقه بدهد. آیات درباره دادن صدقه و دادن زکات و پرداخت انفاق کردن در راه خدا بسیار زیاد هست و محدود نمی شود. لذا توجه شما را به انجام این عبادت هم جلب می کنم و
تأکید میکنم به اینکه فرصت ها رو از دست دادید. اگر از کسانی هستی تا الان این عبادت رو انجام ندادی، حتما انجام بده. رکن مهمی از ارکان اسلام هست و حق مالی که خداوند بهت داده رو ادا کن. پیامبر فرمود ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی از صدقه دادن کم نمی شود. شاید به ظاهر عدد پول شما کم بشود، ولی خداوند چنان برکتی به شما خواهد داد و جایگزین رو چنان برای شما جبران خواهد کرد که خودتون هم تصورش رو نمی کنید. که خداوند فرمود هر نفقه ای بدین خداوند اون رو جایگزین خواهد، فهو یخلفه، یعنی جای اون رو پر خواهد کرد. میرم سراغ سوال شما عزیزان و در فردا هم اگر خدا عمری داد به شکل مفصل تر در مورد زکات صحبت خواهم کرد. سوال بیننده عزیزی میگه سلام استاد گرامی، آیا رقص کردن گناه دارد یا خیر؟ ببینید رقص کردن به خودی خود گناه ندارد. رقص کردن یه چیز معمولی، فقط بستگی داره به این که بعضی از رقص هایی که بعضی از رقص ها هر رقصی که درش حرکاتی که حرکات جنسی هست باشه حرامه. هر چیزی که دلیل بر مسائل جنسی، مسائل تحریک جنسی اینا باشه حرامه. تقلید کردن از انسان هایی که معروف و مشهور هستند به هم جنس گرایی، مشهور هستند به مسائل انحرافات دیگه، شرعا حرامه. ولی در ذات خود رقصایی هستند که خیلی از رقصایی بهش میگن جزو عادات و تقالید اجتماعی یک فرهنگی یک ملت هست انجام میدن. خود رقص حرام نیست، ولی چیزی که حرام هست عرض کردم یکی اون نوع حرکات و رقص هست، دوما موسیقی که همراه اون هست و مسئله موسیقی حکمش جداست. ببینید رقص به خودی خود موضوعیه، اما موسیقی موضوع دیگریه. موسیقی جمهور فقها متفقن بر حرام بودن اون. برخی از متأخرین و تعدادی هم از متقدمین گفتند که موسیقی هم مثل کرام از خوب و بد دارد، اگه خوب باشه اشکال نداره، بد باشه جایز نیست. یکی از اونها ابو حامد غزالی رحمه الله و ابن حزم ظاهری یا داوود ظاهری که اینها جایز میدونن بعضی از موسیقی ها رو که درش عرض کردم شعار دین و مذهبی نباشه و در اون هم باز بحث اینه که بد نباشه که دیگران رو به وجد بیاره به حرکات ناپسند و نادرستی که نشان از یک فکری یا یک انحراف باشه. اینا رأی عده‌ای هست، اما رأی جمهور برای این موسیقی حرامه. اما خود رقص دلیلی بر حرام بودنش وجود نداره. در زمان پیامبرم بودن کسانی که در مناسبات مختلف حالا رقصایی میکردن، رقص حربی بود، یعنی رزمی بود به قول معروف، اینها رو جایز میدونن، انجام میدادن. خیلی از میگه حبشه بودند، یعنی در واقع کسانی بودند، برده بودند و کارشون این بود که مواقع جنگ رقص هایی که رزمی بود و مردم رو به وجد و به میل به جنگیدن انجام میدادن انجام میدادن. یا بعضی از دختراکان خردسال دف میزدن در حضور پیامبر و اونها رو منع نمی کرد و آواز می خوندن، آوازشون منع نبود، چون که آوازشون آواز کلمات بدی درش نبود. و یا اینکه در مناسبات و عروسی ها بودند کسانی که دف می زدند و آواز می خوندند. اما اختلاط زن و مرد مورد سومی است که رقصی که مختلط باشه حرامه. و اما اگر رقص مرد بجا برای خودش، زن برای خودش برقصه، هیچ مشکلی در اون وجود نداره به اون شرایطی که عرض کردم. بیننده عزیز دیگری سوال دیگری رو مطرح کرده اند که سلام علیکم و رحمت الله، یک سوال داشتم که در روز داشتن بوسه کردن زن و شوهر گناهه؟
نه خیر، بوسیدن گناه نیست، لمس کردن، بغل کردن گناه نیست، به شرطی که مطمئن باشید میتونید خودتون رو کنترل کنید که منتهی نشه به اینکه جماع صورت بگیره، یعنی معاشرت جنسی صورت بگیره و در این صورت از یا انزال بشید، یعنی منی خارج بشه. در نتیجه وقتی ارضا شدید روزتون باطله. اگر معاشرت صورت بگیره گذشت از اینکه روزه اون روزتون باطله، به اضافه اون حتما باید کفاری سنگینی هم بدهید و اون هم روزه گرفتن 60 روز پیاپی هست، یعنی 2 ماه پیاپی باید روزه بگیرید به کفاری اون روزی که درش معاشرت جنسی داشتید با همسرتون. بیننده عزیز سوال کردن که سلام، نحوه گرفتن نیت برای نماز تراویح و سایر نمازها توضیح دهید. نیت گرفتنی نیست، نیت انجام دادنیه، نیت میکنید، ولی نیت کردن در دل، نیت یعنی قصد. شما آیا قصد دارید که نه این الان شما ایستادید رو به قبله، قصد چی دارید؟ آیا قصد نماز دارید یا ورزش؟ اون قصدی که در دل شماست نیته. اون وقت میگی قصد نماز دارم. میگم قصد نماز داری؟ قصد نماز ظهر رو داری یا مغرب و یا عصر رو؟ میگی نماز عصر رو قصد دارم. پس نیتت شد این که داری نماز میخونی، دو من داری نماز عصر رو مثلا میخونی یا هر نماز دیگری. این که این کارو میکنی به اخلاص درش داری یا ریا داری میکنی یا برای دیگران داری این کارو میکنی. این هم شد موضوع سومی که در نیتت اخلاص وجود داشته باشه. پس نیت رو لازم نیست که به زبان بگید. شما همین که داری میدونی داری چی کار میکنی، قصدت خواندن نماز هست، مثلا من قصد دارم نماز ظهر رو بخونم و خالصانه لله میخوام بخونم، همین قصد اگر در دلت مرور کنه یا در دلت باشه لحظه ای که میخوای نماز بخونی، میگی الله اکبر، نماز تو شروع میکنی. و اگر اینا نباشه، هیچ کدوم از اینها تو دلت نباشه، بیستی رو به قبله و همینطوری به زبانت چیزی رو بگید. حالا فرض کن بگی نماز تهجد میخونم در حالی که میخوای نماز ظهر بخونی. نیت زبانیت اشتباه، نیت قلبیت مهمه. پس به زبان اگر نیت کردی اصل نیست، به دل باید نیت کنی. اصل همین است که در قلبت قصدی که داری برای انجام این عبادت، اون میشه نیت. حالا شاید سوال میکنه، خب بعضی هم نمیدونن، میگن حالا صد بارم اینو توضیح دادم بازم میگن چه بگیم. عرض کردم گفتنش به زبان، برخی ها گفتن بدعته، برخی هم گفتن نه تذکره. من این جهت رو میگیرم، آسانتر میگیرم که شما فرض کنید با گفتنش به زبانتون به خودتون تذکر میدید من دارم نماز میخونم، حواسم جمع باشه. همون چیزی رو بهت گفتم به زبان بگو. بگو که نیت کردم نماز ظهر رو 4 رکعت نماز ظهر رو میخونم و الله اکبر بگو نماز تو بخون. اما اینکه لله و اینا اگرم نگی نماز رو، شما قصدتون حتما لله هست. مگه اینکه کسی در دلش قصد دیگه ای داشته باشه که خدا خودش آگاه به قصد و حال او. نماز تراویح هم همینه، نیت 2 رکعت نماز تراویح میکنید یا 2 رکعت نماز شب نیت میکنید یا 2 رکعت نماز قیام و لیل میگی، هر کدوم از این کلمات در ذهنت باشه درسته. شما قصد داری نماز تراویح بخونی 2 رکعت، این میشه نیت. بیننده عزیزی سلام کردند و علیکم السلام و رحمت الله، ولی سوالشون رو نفرستادن. دیگه سلام علیکم استاد گرامی، اگه کسی 10 یا بیشتر سیپاره قرآن کریم رو خوانده باشد و در ماه مبارک رمضان باید دوباره از سر شروع کند؟ ببینید این سوال خیلی ها هست. مهم اینه که شما قرآن بخونید، مهم این نیست که از کجا شروع میکنید، مهم اینه که هر روز قرآن بخونید.
هر روز برای خودتون برنامه بذارید یا هر شب بهتره، شبا بیشتر قرآن بخونید، هر شب یک جزء، یکی از 30 پاره رو، یک پاره رو بخونید، 2 تا 3 تا 4 تا 5 جزء هر تعداد که میتونی هر شب برای خودت بخون. مهم این نیست، خداوند حساب قرائت شما رو داره. حالا دوباره برگردی از اول بخونی که آخر رمضان بگی من یک ختم کردم، شما ختم کردید، حالا 10 جزءش رو قبلتر خوندی، بقیهش هم الان میخونی، هیچ مشکلی رو، یعنی خداوند جزا و پاداش تعداد آیاتی رو به شما میدهد که میخونی، اونا رو بهتون پاداش میدهد. 10 جزء خوندی، بقیهش رو بخون، ولی به جای اینکه 1 جزء بخونی 2 تا 3 تا بخون در شب که آخر رمضان 2 بار یا 3 بار ختم کنی. خداوند به این پاداش نمیدهد که شما مثلا کسی فکر کنه بگه اگر ختم نشه دیگه ثواب ندارم. نه، ثواب داری، هر چقدر خونده باشی هم اندازه ثواب داری. شما به اندازه تلاوتتون 10 آیه خوندی، ثواب 10 آیه رو داری. 10 بار قرآن رو ختم کردی، ثواب 10 بار رو داری. و هر چه اندازه خونده باشی اون ثواب رو میبری. لازم هم نیست برگردید، ادامه بدید و دوباره اگر زودتر از پایان رمضان، در فرض کنید در 15 رمضان شما ختم کردی، دوباره برگرد از اول، ختم دوم، بعد ختم سوم، چهارم، همه رو خداوند اجر میدهد. بیننده عزیز گفتن عرض سلام، وقتون بخیر. یک سوال داشتم، در زندگی خود یک اشتباهاتی کردم که الان احساس گناه و خفگی میکنم، توبه کردم، اما بعضی وقتا دوباره ازم همون اشتباهات سر زده میشود و بعد پشیمان میشوم، دوباره توبه میکنم، توبه من قبول میشه؟ بله، در حدیث قدسی است، میگه و عزتی و جلالی، خداوند قسم میخورد به عزت و جلال خود، سأغفر لهم ما استغفرونی، میگه قسم به عزت و جلال خودم گناه اونها را خواهم بخشید مادامی که از من طلب بخشش و مغفرت کنند. شیطان گفت که فبعزتک لا اغوینهم اجمعین، گفت که به عزت تو قسم خدایا همشون رو گمراه میکنم. شیطان قسم خود گفت که همه رو گمراه میکنم، خداوندم قسم خود به عزت و جلال خود فرمود که گناهشون رو خواهم بخشید، تا زمانی که اونا استغفار کنن من گناهشون رو میبخشم. هیچ وقت از رحمت خداوند ناامید نشید. این رو نمیگم که گناه کنید، سعی کنید بر نگردید به گناهتون، توبه کردید اجازه ندید به نفس اماره که شما را فریب بدهد و شکست بدهد. شکست خوردن در مقابل نفس خودمون خود یک ضعفه و انسان نباید ضعیف باشه. یعنی هر باری که در مقابل نفست ضعیف میشی، بعدش پشیمانی و گناه و شرمندگی و شرمساری وجود داره که لذت اون گناه که هیچ، چندین برابرش رو به تو غم خواهد داد. اگه کمی تأمل کنیم در وقتی که میخوای گناهی رو انجام بدی، کمی تأمل کن، کمی صبر کن و موقعیت رو عوض کن، کاری رو بکن که دیگه از سرت بپره. مدتی که یک گناهی شما رو وسوسه میکنه مدت مشخصیه، فرض کنیم 1 ساعت این گناه تو رو وسوسه میکنه، اگر اون 1 ساعت رو به چیزی دیگری مشغول بشی یا اینکه در موقعیت دیگری قرار بگیری که زمینه گناه کردن نباشه، بعد 1 ساعت از سرت خواهد پرید و دیگه شرایط اون گناه رو نخواهی داشت. سعی کنیم از گناهان ببردیم، ترک کنیم، ولی به هر حال هر گناهی هم کردی توبه و استغفار کن. هیچ وقت هم از مغفرت و بخشش خداوند ناامید نشو و هیچ وقت هم مجاهرت به گناه نکنید. اون کسانی که مجاهرت به گناه میکنند، یعنی گناه رو آشکارا انجام میدن یا افتخار میکنن به گناهشون، شب یه گناهی میکنن، فردا میان برای دوستاشون میگن
این گناه رو کردم، با دختر فلانی رابطه داشتم، نمیدونی چه حالی داشت، نمیدونی چه فلان چه فلان، این حرفا رو شما گناه رو کردی، بعدش داری گناهت رو مجاهرت میکنی به گناه. پیامبر فرمود کل امتی معافا الا المجاهرون، همه امت من عافیت پیدا میکند، یعنی هدایت میشود و برمیگردد، مگر کسانی که مجاهرت به گناه میکنند، علنا اعلان جنگ میکنند و اظهار میکنند که افتخار میکنند گناه کردن، اینا عافیت پیدا نمیکنند. پس اگر گناهی هم کردی خودت رو ستر کن و توبه کن و استغفار کن و بیندیش به این که بعد از گناه، بعد از اون لذت آنی که از اون گناه میبری، چه پشیمانی و چه خاری و ذلتی بهت خواهد رسید. و از دیگر آثار گناه بگذاریم که چه آثار بدی روی بقیه مسائل دیگه زندگیتون خواهد داشت. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم، 23 ساله از افغانستان هستم، تا حالی هیچ نمازی نخواندم، توبه کردم، میخوام انسان خوب باشم، نماز بخوانم، حالا چه قسمی قضایی به جا بیارم؟ نمیخوام دوزخ برم، چه کار کنم نمازهای خود را؟ به این جوان عزیز و به همه جوانانی که توبه میکنند و میخوان برگردند و اینگونه آرزوی بهشت رفتن رو، آرزوی رضایت خدا رو قبل از هر چیزی، ببینید ما وقتی گناه میکنیم، وقتی ترک عبادت میکنیم، مثلا نماز نمیخونیم، نماز نخوندن گناهه و نافرمانی امر خداونده که فرمود نماز بخونید. نماز رو در درجه اول به خاطر اعلان بندگی کردن برای خداست. تو وقتی میگی نماز میخونم، میگی خدایا من اعلام میکنم که بنده تو هم. وقتی که میخوای عبادتی رو انجام بدی، طاعتی رو انجام بدی، اولین چیزی که باید در ذهنت باشه اینه که من بنده خدا هستم و خدا رب و اله و معبود من است، پادشاه من است و من تسلیم امر او هستم. اعلان تسلیم بودن میکنی، میگی من تسلیمم، هرچی که تو بگی پروردگارا انجام میدم. این اولین کاریه که در هر عبادتی وجود داره، اولین معنایی است که در هر عبادتی وجود داره. بعد از این شما در جستجوی تقرب به خداوند میشی، بعد اینکه اطاعت کردی، راههایی رو که میری، هر گامی رو که انجام میدی، هر عبادت، هر نمازی رو که میخونی، یک قدم به سوی خداوند نزدیک میشی. و طبیعت عبادت کردن هم این نیست که خدا نیاز داشته باشه به ما، نه خیر، خداوند ما رو آفریده و فرموده نماز بخونید. ما تا زمانی که نماز بخونیم و بنده خدا باشیم و اعلان بندگی کنیم، خداوند از ما راضی است و در مرحله بعدی به خدا بیشتر نزدیک میشیم. و اما دوزخ و بهشت نتایج اعمال ما هستند، به هر صورت این نتایج خواهند اومد. اولین قدمی که در عبادت انجام میدی اینه که رضایت خدا و خوشنودی خدا رو طلب کن و اجر از خداوندم وعد داده و فرموده که بهت اجر میده، اجر رو هم طلب کن. اما اینکه سوالش این هست که نمازهای ابتدایی رو بگم که به این جوان و همه جوانهای دیگه تبریک میگم که توبه میکنن تا فرصت است، تا جوانی توبه کن، وگرنه عبادت سر پیری. بعضیا میگن ما در پیری بعد توبه میکنیم و خوب میشیم. و ببینید انسان خودشو گول نزنه، اون کسی که به امید روزی که خوب بشه، قطعاً به اون خوبی نخواهد بود که در دوران جوانی توبه کردی، به اون خوبی نخواهی بود که توبت رو در وقتی کردی میتونی بد باشی. اما زمانی که افتادی و نتونستی و همه قوا و انرژی تو از دست دادی و اون وقت توبه کردی، خب اون دیگه توبه عاجزه است، نه اینکه قبول نیست، ولی توبه انسان‌های عاجزه، نمیتونه گناه کنه توبه کرده. و خداوند، یا بگم در حدیثی از پیامبر علیه السلام فرمود سبعتون یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، هفت گروه هستن که
در روز حشر، در روز قیامت، وقت در صحرای محشر، همه در آفتاب به سر همه نزدیک، بجز هفت صنف هستن در سایه عرش، سایه عرش، روزی که سایه بهترین نعمت و نشانه قربشون به خداوند و رضایت خداوند از اونها هست. یکی از اونها فرمود شابون نشأ فی عبادت الله، جوانی که نشأت گرفته و تربیت شده و رشد کرده است در عبادت خداوند. و سعی کنید عباداتتون رو انجام بدید و از گناه و معصیت هم دوری کنید. و اما نمازهایی که قضایی هست میخوای بخونی، 23 سال شما نماز نخوندید، اگه فرض کنیم از 14-15 سالگی بالغ شده باشی، از 14 سالگی اگه بالغ شده باشی الان حدود 9 سال تقریبا، یا 10 سال یا 9 سال شما نماز نخوندید. قبل از اون که فرض نبوده براتون چون مکلف نبودید، ولی از زمان بلوغتون شما مکلف بودید. دو تا کار هست، دو تا رأی از اهل علم هست. اهل علم دو تا حرف رو دارن. یکی میگن ترک نماز، یک رأی میگه که ترک نماز کفر است و باید از اون توبه کنی و دیگه قضا لازم نیست، قضا هم نداره، ولی سنت زیاد بخونید، یعنی نماز شب بخون، تهجد بخون، زیاد بخون، خداوند این سنت ها رو به جای اون فرض ها است و میپذیره. این یک رأیه. رأی دوم رأی جمهور فقهاست، میگن ترک نماز هم گناه کبیره ای از کبائر هست و باید هم قضا کنید. استشهادم به این حدیث میکنن و دین الله حق و این یقضا، میگه این قرض خداست برگردنید، اولاتر و حقتر هست به اینکه قرض خدا رو ادا کنی، پس بدی. شما میتونی یا هر شب به تعداد چند روز نماز رو قضا کنی، مثلا شما اگر هر شب بیدار بشید یک شب رو قضا کنید، یعنی هر شب یک شب رو، در هر یک سال یک سالم قضا کردید از نمازهایی که ازتون فوت شده، که دو رکعت نماز صبح بخونید به نیت قضای اون روزهای نیمه گرفتی، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب و 4 رکعت نماز عشاء، اینها رو بخونید. یعنی فقط فرضها رو بخونید، سنتها رو نخونید. این یک مطلب که این گونه قضا کنید. یا اینکه همراه با هر نماز قضایی یک نماز حاضر، یک نماز رو هم قضا کنید. مثلا شما بیدار شدید برای نماز ظهر، برای نماز صبح، نماز صبحتون رو یا قبل نماز صبح دو رکعت نماز صبح رو قضایی بخونید برای اون سالهایی که گذشته است، و دو رکعت هم نماز صبح رو الان که حاضر بخونید. نماز ظهر هم که شد همچنین 4 رکعت نماز قضای قدیم رو بخون، 4 رکعت هم نماز ظهر حاضری رو بخون، عصر هم همچنین، مغرب اینچنین و عشاء، یعنی همراه هر فرضی یک فرض از گذشته رو هم قضا کن. این گونه انجام دادی. ولی رأی من اینه که هر کدوم رو انجام بدی درسته، گرچه در مورد کسایی که مدت طولانی نماز برگردنشون هست میگم توبه و استغفار کنن و دیگه نماز ترک نکنن و لازم نیست اون نمازها رو قضا کنید، به جای قضای اونها سنت بیشتر بخونید. مثلا نماز ضحا بخونید 12 رکعت، نماز عرشبت بین مغرب و عشاء 2 رکعت 2 رکعت نماز سنت بخونید، هر تعداد دوست دارید. در وقت سحر بعد از نماز عشاء از تا وقت سحر وقت دارید، یعنی تا وقت اذان صبح، از این در شب نماز تهجد بخونید. حالا دیگران اگه 8 رکعت میخونن شما 20 رکعت و 30 رکعت بخونید. سنت بیشتر بخونید، جای فرضها رو برای شما پر خواهد کرد، زیرا که خداوند همونطوری که در حدیث صحیح اومده، خداوند در روز قیامت میفرماید نگاه کنید به نماز بنده من، نمازاشو ببینید کم و کسری دارد یا نه. اگر کم و کسری دارد میفرماید به سنتهاش نگاه کنید، آیا سنتها را خوانده است؟ از سنتهاش به جای فرض ازش قبول کنید، یعنی در روز قیامت فرض سنت رو اگه در فرض کم و کسری داشته باشی از سنت اون رو برات تکمیل خواهد.
بیننده عزیزی میگن سلام، الان که اکثر شبکه های خبری ماهواره خانم های بدون حجاب هستند، آیا نگاه کردن به این شبکه ها و دنبال کردن اخبار گناهکار میشویم؟ ببینید، نگاه کردن به خبر یا عرصت دنبال کردن خبر گناه نیست، ولی نگاه کردن و دقت کردن به این که قیافه این خانم چطوریه، چشمش چطوریه، لبش چطوریه، فلان چطور، این دیگه شما اخبار نگاه نمی کنید، شما دارید چیزی دیگری رو نگاه می کنید و هر کسی هم از دل خودش آگاهه. وقتی که می دونی خبره، به طور کلی اگه شما دقت نکنید در این خبر و به دنبال این نباشی مشکلی نیست، اگر اینطوری دقت کنی بله جایز نیست نگاه کنی. خداوند فرمود و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، بگو به انسان‌های مؤمن که چشم‌هاشون رو ببندن و شهوتشون رو و فرج‌هاشون رو حفظ کنن، یعنی مرتکب زنا نشن. این دوتا چه ربطی به هم دیگه داره؟ در واقع میگه اهل علم میگن النظر برید الزنا، میگن نگاه کردن نامرسان زناست. وقتی تو زیاد نگاه میکنی نتیجهش میشه به این که میل کنی به انجام دادن فعل زنا. بیننده عزیزی میگن که سلام علیکم و رحمت الله، شنیدنی موسیقی چه حکم دارد؟ شنیدن موسیقی چه حکمی دارد؟ بعضی ها میگن که من موسیقی بشنوم رو هم باز میشه، میگه حکم این چیه؟ عرض کردم که موسیقی نزد جمهور فقها حرام، ولی برخی از فقهای دیگه گفتن موسیقی هم مثل حرف زدنه، خوبش خوبه بدش بده. چطوری حرف خوب خوب است و حرف بد بده؟ اینطوری. این نظر تعدادی از فقها ها است، مخصوصا از معاصرین این رو گفتند، ولی رأی جمهور فقها ها این است که حرامه، مخصوصا اگر بهش عادت کنی، مخصوصا اگر قرآن رو کنار بذاری به جای قرآن خوندن و وقتی که قرآن میشنوی هیچ شوقی نداری، ولی وقتی موسیقی میشنوی باش احساس خوشی داری. علتش اینه بهش عادت کردی. اونایی که عادت کردن و در درونشون قرآن رو بسیار بزرگ کرده اند، پرورش داده اند حب قرآن رو، وقتی قرآن خونده میشه احساس لذت میکنن، احساس شوق و وجد میکنن. اما کسانی که نه، غرق در موسیقی شده اند، اونها قرآن را که بشنوند تاب و تحمل و ایستادن چند دقیقه گوش دادن به قرآن رو ندارن، ولی اگر یک ساعت، دو ساعت، ده ساعت هم براش موسیقی بذاری باز هم گوش میدن و احساس انزجاری هم نمی کنند. اینه که جایگزین اون میشه. شما سعی کنید که حتی اگر رأی اونا را هم قبول داری که میگن مثل حرف زدنه، سعی کنید که بهش عادت نکنید. قرآن رو جایگزین هر صدا و آهنگ خوبی بکنید که شما را به وجد بیاره، به آرامش میاره. خداوند فرمود و الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وقتی خود قرآن براشون خونده میشود در دل وجلی ایجاد میکنند، یعنی شوقی است همراه با عظمت و بزرگی قرآن کریم بر اینها سیطره میکنه، حاکم میشه و ایمانشون زیاد میشه وقتی قرآن براشون خونده میشه. سعی کنید از اونها باشید. میگن سلام، جارو کردن در شام گناه دارد؟ سوزاندن پوست پیاز گناه دارد؟ هیچ کدومش گناه ندارد، نه جارو کردن در شب گناه دارد، نه سوزاندن پوست پیاز، نه گرفتن ناخون، نه شانه زدن سر، نه هیچ کدوم از اینها گناه ندارد و ممنوع نیست، چه در روز چه در شب، هر وقتی انجام بدی خوبه. ولی یه نقطه هست، بعضی از اهل علم گفتند در تاریکی شما اگه این کارو بکنی، در قدیم خب مثل امروز نیست که همه خونه ها برق کشی باشه، قدیم چراغی هم نبوده، بعضی اصلا در تاریکی می نشستن، در تاریکی شما اگه ناخونتو بگیری یا اگه مواتو شونه بزنی، چه بسا
همین موها، همین ناخنایی که شما میگیرید باعث مشکلاتی بشه براتون، در ظرفی افتاده بشه و مشکلی رو ایجاد بکنه. لذا اینه که اگر بعضی در گذشته گفتند این کارو نکنید، برمیگرده به اون موضوع. و ما جارو کردن هم همچنین، در تاریکی جارو کردن امکان داره، حتما اینطوریه. یا بعضی جا رو جارو نمی‌کنی، یا اونی رو که جارو می‌کنی می‌ریزی بر روی اون چیزی که تمیز هست، خوب هست. و این دلیل گفته شده است. البته حرف عامه هست، اینا حرف مردمه. در شرع ممنوع نشده است که شما در شب جارو کنید یا پوست پیاز بسوزونید یا هر کار دیگری. بیننده عزیزی گفتند که تشکر از اینکه سوال جواب دادید. یک سوال دیگه، آیا کاشت ناخن و مژه گناه دارد؟ ببینید، کاشت ناخن و مژه مانع از رسیدن آب وضو به سطح ناخن‌های خودتون و به سطح پلکاتون میشه و در نتیجه وضوتون و غسلتون با ناخن کاشت و پلک کاشته، شما غسلتون تمام کامل نیست و وضوتون هم کامل نیست، یعنی صحیح نیست، نمیتونی با اون وضو نماز بخونی و نمازی هم که با اون وضو میخونی باطله. در نتیجه جایز نیست کاشت ناخن به این دلیل، نه به ذات خود. حالا فرض کنید اگه زنی در عادت ماهانه باشه میتونه کاشت ناخن بکنه تا زمانی که پاک میشه، یا زنی که بچه به دنیا آورده میتونه ناخن کاشت کنه، میتونه پلک کاشت کنه، چون نیازی به غسل نداره تا عادتش تموم میشه، تا بچهش یعنی نفاسش تموم میشه، تا این مدت چون نماز نمیخونه جایز این کارو بکنه. مقصود این هست که در ذات خود مشکل ندارند، مشکلشون در اینه که شما غسلتون و وضوتون درست نمیشه. بیننده عزیزی گفتن که من سلام، من 43 سالمه، دو تا بچه دارم، شوهرم اصلا با همون خوب نیست، صبح تا شب خونه مادرشه، شب هم برای خواب برمیگرده خونم هست، فقط تو اتاق و اصلا توجهی به من و بچه ها نداره، پول خرجی به سختی و به مقدار ناچیز میده. میخواستم ببینم الان مشکل از من گناهکار منم یا اون؟ نمیخوام به خاطر این وضعیت زندگی آخرتم به خطر بیفته و خودم گناهبار باشم. وقتی که ایشون، ببینید، وقتی که کسی که کوتاهی کرده حق همسرش رو ادا نمیکنه، گناهکار اونه. گناهکار اون است که حق همسرش و فرزندانش رو ادا نمیکنه و در حالی که خداوند دستور داده است به مرد، فرمود و عاشروهن بالمعروف، فرمود به خوبی با زنانتون رفتار کنید. شما باید بیشترین هزینه معنوی و مادیت رو در خونه خودت صرف کنید. حق مادر بزرگه ولی حق همسرت هم بزرگه. کسی اصلا تعارضی بین این دوتا نیست، این دوتا زده هم نیستن، یا این یا اون. شما هم حق پدر و مادر تو به جا بیار، هم حق زن و بچت رو، و این دوتا متقابل هم نیستن و شرعا حرامه که شما زن و بچت رو رها کردی، شب وقت خواب بیای بخوابی توی اتاق تو، صبح هم بزنی بیرون دوباره به خونه مادرت. خب چرا ازدواج کردی اگه قرار بود تو خونه مادرت بمونی؟ ازدواج کردن زن و مرد یعنی درست کردن یک خانواده جدید. شما یک خونه جدید رو تشکیل میدید. الزام نیست برای این که بتونی حق پدر و مادرت رو به جا بیاری، ضرورتی نداره که در خونه مادرت زندگی کنی. خیلی ها هستن که از مادر و پدرشون دورن ولی به بهترین وجه حقشون رو ادا میکنن و هیچ کوتاهی در حقشون نمیکنن. لذا خداوند فرمود و عاشروهن بالمعروف، دستوره با زنانتون به خوبی رفتار کنید. بعد میفرمود و این کریهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. میگه اگر از بدتون هم اومد، از زنتون، از همسرتون بدتون اومد، از زنتون بدتون اومد،
باش، باز هم باش به معروف و خوبی رفتار کنید، زیرا که شاید شما بدتون بیاد چیزی، از چیزی بدتون بیاد، ولی خدا در اون خیر فراوانی قرار داده باشد. شما حتی اگه از زنت هم خوشت نمیاد، حق نداری بد رفتاری کنی. دین اسلام این رو بهت نمیگه. اگه مسلمانی، اسلام بهت میگه با خوبی رفتار کن با همسرت. پیامبری که من و شما اون رو به عنوان پیامبر خاتم قبول داریم، خودمون رو مسلمان و پیرو این پیامبر میدونیم، فرمود بهترین شما اون کسیه که با زن و بچهش خوب باشه. و خود رسول الله علیه السلام میفرماد کان فی مهنت اهله، پیامبر در خدمت خانوادش بود، براشون کار انجام میداد. مهنت اهله یعنی کارشون رو انجام میداد، کمکشون میکرد در کارهای خونه. شما به خانوادت، به همسرت کمکش میکنی یا پات روی پات میذاری و دستور میدی مثل ارباب ها که اونا کار کنن؟ ما خیلی از آدابی که دین میگه دوریم، فقط اسم اسلام رو با خودمون حمل میکنیم، میگیم مسلمانیم، پیرو سنت پیامبریم. خب سنت پیامبر اینه که تو هم به خانوادت خدمت کنی. پیامبر فرمود که بهترین شما اونی که با زن و بچهش خوب باشه. پیامبر علیه السلام فرمود بهترین صدقه، بهترین نفقه اون لقمه غذاییه که به خانومت میدی. شما میخوای ثواب کنی، یکی میخواد ثواب کنه، صدقه میده و دستش بازه به همه صدقه میده، میرسه خونه خودش دستش رو محکم میبند. در حالی که اگر به خانوادهش برسه و غذا و خوراکیشون رو مرتب بده، اجرش از این که بره به هر مسکین و فقیر دیگری بده که اونجا اجر داشته باشه، اینجا بیشتر. و انسان خوب اون انسانیه که متعهد به وظایفشه. آدم خوب اون کسیه که وفادار به اون تعهدی که به بازنش داره. خداوند پیمان زناشویی رو اسمشو گذاشت میثاق غلیظ. میثاق غلیظ یعنی پیمان محکم. این پیمان اینقدر محکم، اینقدر بزرگه که باید حقش رو ادا کنی. همینطوری نیست که شما زنی رو آوردی خونه خود، دختر مردم رو آوردی، دو تا بچه ازش داری، الان این رو رها کردی چیز خودت، یا عصبانی هستی یا حالا بدرفتاری از اینا دیدی. انسان حتی اگه بدرفتاری هم دیده باشه، حق نداری که بگی چون من بدرفتاری دیدم، چون زنم مثلا فلان هست، پس من پیشش نمیشینم. فقط یک مورد داری شما تنبیه کنی، اونم اینکه بستر تو جدا کنی از ایشون زمانی که ناشز باشه. ناشزه یعنی گردن کشه و طغیان میکنه و اطاعت ازت نمیکنه، در هیچ چیزی حرف تو قبول نمیکنه، مخصوصا هم بستری. اون وقت میتونی برای تنبیه و اصلاحش، نه برای اینکه فقط دلتو خنک کنی. گناهکار اون همسری است که در حق دیگری ادای وظیفه نکند، اون گناهکار. میگه فیلم سریال، سلام، فیلم سریال ارطغرل جدول پخش برام بفرستین، زیاد گشتم توی اینترنت اصل پیدا نکردم. من نمیتونم برای هیچ کدومی از بینندگان عزیز نه برنامه رو بفرستم و نه جدولی رو بفرستم، و این رو با اتاق فرمان باید هماهنگ کنید، چون وقتش نیست، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. من اگه برسم سوالهای شما بینندگان عزیز رو جواب بدم، خیلی هنر کردم، چون سوالهای خیلی زیادی هست و نرسیدم جواب بدم. رضا از اتاق فرمان هم خواهش میکنم که اشون، من میگم، میگن توی تلگرام هست، توی تلگرام گذاشته شده، تلگرام شبکه نور رو سر بزنید هست. و بیننده دیگری هم گفته بود اگر زیرنویس کنید اوقات پخش رو. حالا اگر اینا براتون ممکنه، من به شما منتقل میکنم اتاق فرمان عزیز و زحمتش رو بکشید. اگر هم ممکن نیست، همونطوری که اتاق فرمان به من گفتند، تلگرام شبکه جهانی نور لیست همه برنامه ها درش هست.
خب به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان و خدای بزرگ بسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.